سرخط خبرها. سومین روز اعتراض ها در چند ولایت شمال کشور. قیصری در کابل است و حکومت منتظر روشن شدن سرنوشت او. آقای قیصری در بند نیروهای امنیتی دفاعی قرار دارند، تحقیقات جریان دارد، در خانه کدام شخص یا کدام جای دیگه نیستند. تغییر روش جنگی طالبان در برابر نیروهای امنیتی. در هلمند و نیمروز مسیر راه‌ها بیشتر ماین گذاری می شود. هشدار خانواده یک کودک به مقام‌های محلی در زابل. پای پلیس این ولایت در قتل این کودک دخیل است. بیننده خبر ده از یک با من نصرت منصور هستید. مشروع خبرها ریاست جمهوری میگوید که نظام الدین قیصری در کابل زندانی و منتظر فیصله نهادهای عدلی و قضایی است. از سوی هم هزاران هوادار حزب جنبش ملی در ولایت‌های فاریاب، تخار و جوزجان با سردادن شعارهای تند بر ضد حکومت مرکزی امروز هم خواستار رهایی بیدرنگ آقای قیصری شدند. معترضان بندر آقینه، بزرگترین بندر تجارتی در شمال کشور را بستند و هشدار می‌دهند که جاده‌ها و اداره‌های دولتی این ولایت‌ها را میبندن. از سوی هم امروز حکومت نقیب الله فایق را به عنوان والی فاریاب معرفی کرد. اعتراض ها در پیوند به بازداشت نظام الدین قیصری، فرمانده پلیس ولسوالی قیصار و نماینده ویژه عبدالرشید دوستان، معاون نخست ریاست جمهوری در فاریاب، در بخش خیزش های مردمی وارد سومین روز شد. با آنکه گفته می شد توافق میان اعتراض کنندگان و هیئت اعزامی حکومت صورت گرفته، اما امروز در ولایت های فاریاب، تخار و جوزجان صدها تن از هواداران جنرال دوستان به جاده ها ریختند. این را بدانند ما از این به بعد به این زنده‌باد و مردماد ها اکتفا نمی کنیم. ما هیچ مکتوب، هیچ صلاحیت، هیچ آمریت غیر قانونی، غیر عادلانه، ظالمانه اشرف غنی را قبول نمی کنه. هرچه بدون قید شرط آزادی نظام دین قیصری را می خواهید. معترضان از نقش جنرال دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری و نظام الدین قیصری، نماینده او در مبارزه با ناامنی و هراس افغانی میگویند و از حکومت مرکزی میخواهند که نظام الدین قیصری را بیدرنگ آزاد کند. آنان همچنین از حکومت میخواهند که اجازه دهد جنرال دوستم به کشور برگردد. معترضان در فاریاب بندر آقینه را بستند. در تخار هم هواداران جنبش ملی اسلامی افغانستان هشدار می‌دهند در صورت بی‌توجهی به خواست‌هایشان به هیچ نهاد دولتی در این ولایت اجازه فعالیت نمی‌دهند و همچنین جاده‌ها را می‌بندند. اگر رها نکند می‌بینی که این مردمی که در سر چوک ولایت تخار تشریف دارند، اینا در تظاهرات خود ادامه پیدا می‌کنند. روز به روز تظاهرات بیشتر و عمیق‌تر شده می‌رود. زمانی که نظام الدین قیصری رها نشه، ما به می شکل در سرکا میریزیم. حتی اگر با قیمت خون ما، با قیمت جان ما هم تمام شوه، ما این مظاهره خود ادامه میدیم. اما ریاست جمهوری میگوید که توافقی برای رهایی آقای قیصری انجام نشده و او اکنون در کابل زندانی است. آقای قیصری در بند نیروهای امنیتی دفاعی قرار دارند، تحقیقات جریان دارد، در خانه کدام شخص یا کدام جای دیگه نیستند، در جایی که به اساس قانون باید باشند، در اونجا هستند و از پیشان تحقیقات جریان دارند. از سوی هم امروز اداره ارگانهای محلی نقیب الله فایق را به عنوان والی فاریاب معرفی کرد. نظام الدین قیصری سه روز پیش از سوی نیروهای ویژه ارتش در فاریاب بازداشت و به کابل فرستاده شد. گفته می شود که آقای قیصری پس از آن بازداشت شد که در نشست مسئولان امنیتی را در فاریاب به مرگ تهدید کرد. در مورد اتفاقات اخیر فاریاب و گرفتاری فرمانده قیصری و واکنش هایی که حداقل در رسانه‌های افغانستان و جهان شکل گرفته بحث بیشتر میکنم. اینجا با من آقای شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور هم حضور دارن. آقای مرتضوی بسیار خوش آمدید. چرا قیصری را حکومت بازداشت کرد؟ بسیار تشکر. با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون یک، همکاران شما. قبل از آقای قیصری یک فرمانده از ولایت اروزگان بازداشت شده بود و یک فرمانده دیگه از ولایت فرا، و قیصری
سومین فردی که طی هفته‌های اخیر بازداشت میشه. دلیل شکایت‌های وسیع مردم از رفتار افراد مسلح غیر مسئول هست که اینا فراتر از قانون عمل میکردن، دست به آزار وضعیت مردم میزدن، دست به خوازی میزدن و موارد زیاد شکایت در مورد رفتار اینا وجود داشته. بنابراین بازداشت ها که صورت گرفته به خاطر ازی است که حکومت میخواید که محاکمیت قانون تامین باشد و به شکایت های مردم رسیدگی شود. در مورد آقای قیصاری جدا از شکایت هایی که وجود داشت، برخوردی که در لباس صورت گرفته بود نیروهای امنیتی بازداشت میکنه و انتقال میده در کابل و اقدامش کاملا یک اقدام نادرست بود. آقای متزوی، یک انتقادی که بالای حکومت وجود داره، خوب است که شما پاسخ بدین. قیصاری را بدون محاکمه، شما بدون حکم محاکمه رفتین و بازداشت کرده آوردین، یعنی در جلسه امنیتی شما شلیک کردین و 4 نفر از محافظین قیصاری را هم کشتین بدون حکم محاکمه. در این مورد حکومت افغانستان چی پاسخ میده؟ قیصاری در یک جلسه بوده و در اون جلسه بر اساس اعلامیه که قلوردوی شاهین به نشر رسانده مشاجره میشه و اینا دست به سلاح میبره و برخورد مسلحانه صورت میگیره. متاسفانه شماره هم کشته و زخمی میشه و بعد از او قیصاری بازداشت میشه و کابل انتقال داده میشه، اما این تمام ابعادش بررسی میشه. فکر میکنین همین راه گرفتاری قیصاری بود؟ در سیاست داخلی شما میخواین از نیروهای امنیتی استفاده بکنین و یک فرمانده را بالاخره در یک جلسه امنیتی این گونه دستگیر بکنین؟ هدف برای نبوده که قیصاری در جلسه دعوت شود، قیصاری بازداشت شود. هدفی بوده که یک جلسه در لوا برگزار شود تا ما بتانیم برای باز کردن مسیر شاهراه و راه های ولسوالی ها به ولایت پلان های امنیتی سنجیده شود، ولی در جریان جلسه مشاجره صورت میگیره، بعد برخورد مسلحانه صورت میگیره. بدون شک نیروهای امنیتی و دفاعی باز دو حالت تماشاچی نمیتونه باشه. این برخورد نیروهای امنیتی کردن یا آغازگرش اونا بودن؟ خب این قیصاری فعلا در کابل است، تحقیقات ازش صورت میگیره، هیئت هم در ولایت فاریاب هست، تمام ابعاد این رویداد بررسی میشه به اطلاع مردم. هنوز بررسی نشده این رویداد؟ خب یک توافق نسبی دیشب میان شما و منتظرین به وجود آمده خب بود؟ توافق بر سری بوده که مردم اعتراضای مدنیشان حقشان هست، ولی به خاطر اینکه دشمن سوء استفاده نکنه فعلا حداقل از امروز تظاهرات نباشه. خوشبختانه که امروز والی جدید فاریاب هم جدیدن مقرر شد آقای فایق و این میتونه معرفی آقای کمکن. فایق به عنوان والی فاریاب باجدهی بود به حزب جنبش؟ به هیچ وجه. آقای فایق وکیل بود در اعظم ولایت قبلا و یک جوان تحصیل یافته هست، با محیط و جغرافی آشنایی داره، در سطح بلند مدیریتی کار کرده و میتونه در مدیریت منطقه اما ولایت بسیار کمک کنه. آقای مرتضوی، رئیس دفتر معاون رئیس جمهور در برابر حکومت اعتراض میکنه، بندر آقینه را میبنده، دفتر ولایتی را در فاریاب دفتر ولایته که حاکمیت حکومت نشان میده به آتش میزنه، این یک شرم سیاسی برای حکومت افغانستان نیست؟ نه، ایر شما بهتر از اونا سوال کنین که آیا اعتراض مدنی است که متأسفانه دولتی را آتش بزنه؟ نه، حکومت افغانستان حاکمیت داره، باید از حاکمیت خود پاسخ بده. ببینید شما به حیث یک رسانه به می مقدار که حکومت انتقاد میکنه سوال کنید که آیا اعتراض مدنی ای است که ما با سلاح بیایم راهپیمایی کنیم؟ اعتراض مدنی ای است که ما بیایم تاسیسات دولت آتش بزنیم؟ اعتراض مدنی ای است که ما بیایم به آمبولانس و به رنجر آقای مرتضی اونا پاسخ خودشون خواهن گفت، ولی شما به عنوان نماینده حکومت اینجا حضور دارین، پاسخ بدین که چرا دفتر ولایتی تان را معترضین به آتش کشیدن؟ پس همین پلیس ضد آشوب شما کجا بود در اونجا؟ خب ما انتظار داریم که هر اقدامی که صورت میگیره بر مبنای قانون باشه. اعتراضای مدنی که باز تاسیسات دولتی را هدف قرار میدن به آتش میزنه، اینا از دید ما محکوم است و کسایی که دست به اعمال میزنه بدون شک مورد بازپرس قرار میگیره. تنها محکوم یا اقدامی هم کردین تا حالا؟ خب هیئت در محل هست، تمام رویدادهایی که اتفاق افتادن رو بررسی میکنه. آقای مرتضوی، توافق شما ظاهرا نتیجه نداده، امروز بندر آقینه رو اونا بستن. ببینید، من میخوام یک چیز دیگر واضح کنم که باید خوب شما از اونام با سوال کنین که اما مرز بین حکومتی و اپوزیسیون واضح باشد. چطور میتونه کسی هم در ساختار حکومت باشد و هم منتقد افغانستان افرادش اپوزیسیون حکومت است؟
خب همه پرسش ما از شما میکنیم، ما کسایی که در ساختار حکومت هست. نه خیر، این را حکومت افغانستان باید پاسخ بده. شما معاون رئیس جمهور را حداقل تبعید کردین و اجازه ندادین که تیاره از به کابل نشست کنه. پاسخ حکومت افغانستان در این زمینه چیست؟ معترضین هم خواهان برگشت دوباره معاون رئیس جمهور هستند. شما بهتر است که اولین اعلامیه که معاون اول رئیس جمهوری داده در او به صراحت میگه من مریض هستم، برای تداوی رفتم. یعنی موضوع در اعلام بله بسیار خودش میگه که من به مریض هستم، برای تداوی رفتم، امیدوارم که صحتش خوب شوه و به وطن باز بیاید. اما در رابطه با رویدادهایی که صورت گرفته، این رویدادها همه‌اش قابل بررسی هست و جزئیاتش با مردم شریک میشه. آقای مرتضوی، خواست معترضین برگشت معاون اول رئیس جمهور است. حکومت افغانستان مشکل با برگشت معاون رئیس جمهور نداره؟ نه، خواست معترضین در رابطه با بازداشت قیصاری بوده. دو خواست دارن، یکی بازداشت رهایی قیصاری و دومم برگشت معاون رئیس جمهور. و موضوع میشه از خود معاون رئیس جمهور سوال کنه که چه وقت برمیگرده، ولی در اعلامیه‌ای که داده بود حکومت افغانستان باید پاسخ بده. اگر بر بگردن شما مشکل نداری؟ اونا اعلان کنه که برمیگردن یا نمیگردن. شاید در ترکیه راحت شما اجازه میتین؟ بس سر از است که خودشون گفتم ما مریض هستم رفتم برای تداوی. شما حکومت افغانستان اجازه میده اونا که مریض هستن؟ اونا میشه جزئیات برنامه اونا رو از ریاست دفترش سوال کنه. اونا هر روز جلسه دارن در ترکیه با صحبت دارن. اما ریاست دفتر معاون اول رئیس جمهور امروز در برابر شما اعتراض میکنه. خب اعتراض حق هر شهروند در افغانستان است، اما مهمی است که ما باید اعتراض علیه خود میکنه، خودش جزء ساختار حکومت است، اما روشن نمیشه عرضه بالا خود میکنه. حکومت افغانستان با برگشت معاون اول رئیس جمهور مشکل نداره؟ قانون افغانستان هیچ شهروند افغانستان نمیتونه برایشان ممانعت ایجاد کنه، بخصوص در مورد شهروند افغانستان. یک شهروند افغانستان است، چرا برنمیگردن پس؟ واس خودشون سوال کنین. حداقل شما مشکل نداره؟ از ایشان معاون رئیس جمهور هست و حکومت افغانستان با آمدن هیچ شهروند افغانستان در داخل افغانستان مشکل نداره. بخواست معترضین لبیک میگن که بر بگردن؟ خواست مدنی معترضین افغانستان خواست مشروع و برحق است و به خاطر است که هیئت فعلا در ولایت فاریاب هست و شما دیدین که والی آقای فایق اونجا رفته، به تمام مشکلات وجود داره رسیدگی میشه. ممنون آقای مرتضوی. برخی از نزدیکان جنرال دوستم بازداشت نظام الدین قیصاری را عقده‌گشایی سیاسی در برابر جنرال دوستم می‌خوانند و می‌گویند که حکومت باید بیدرنگ زمینه برگشت معاون نخست ریاست جمهوری را به کشور فراهم کند. اما ریاست جمهوری می‌گوید که بازداشت قیصاری نمونه‌ای از مبارزه حکومت در برابر زورمندان و افراد مسلح غیرمسئول است، هرچند برخی آگاهان این اقدام را به حاشیه کشانیدن رقیبان سیاسی حکومت تعبیر می‌کنند. شدت گرفتن یک جنجال تازه ظاهراً کشمکش ها میان ریاست جمهوری و جنرال دوستم را بار دیگر کلید زد. بازداشت نظام الدین قیصاری نماینده ویژه جنرال دوستم در فاریاب. برخی نزدیکان جنرال دوستم این اقدام حکومت را نوعی از عقده گشایی سیاسی حکومت در برابر جنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهوری می دانند. بدون شک مسئله دستگیری نظام الدین قیصاری هم عوامل انگیزه سیاسی داره، ارتباط میگیره با مسئله معاون اول ریاست جمهوری، چون مسئله از اینکه گویا اینکه در قماندان لوا خواسته شده باشه و با بعد از مشاجره لفظی بازی دستگیر شده باشه، اصلا چیزی رقم یک چیزی گپ نبوده. این برنامه گرفتاری از قبل برنامه ریزی و طرح ریزی شده بود و این پروسه نه سیاسی است نه کامل نژادی. خواهش ما از افراد و اشخاص که سر از این آماده 40 سال گذشته تجارت کرده ای است که دیگه سر سرنوشت مردم افغانستان تجارت بند کنند، سر زبان، سر قوم، سر سمت تجارت نکنند، هر چیز بر از او رب ندند. معاون نخست ریاست جمهوری، کسی که آقای غنی او را در پیکارهای انتخاباتی یگانه دلیل برنده شدنش می‌خواند. اما پس از به قدرت رسیدن آقای غنی، این روابط دوام چندانی نداشت و روی سکه عوض شد. افزایش ناامنی‌ها در شمال کشور سبب انتقاد جنرال دوستم از حکومت شد و معاون نخست ریاست جمهوری کمتر به دفتر کارش حاضر می‌شد. او خود وارد میدان نبرد شد و به شمال کشور در خط نخست نبرد با نیروهای امنیتی در برابر مخالفان دولت بر رویارویی رفت.
آقای دوستم در جریان نبردها در شمال کشور رئیس جمهور را به کم توجهی در تامین امنیت ولایت‌های شمالی و قومگرایی متهم کرد. رئیس جمهور کسی که پشتو گپ بزنه آدم خوب است. او پشتو هم گپ بزنه از لوگر باشه بسیار خوبتر است. اما آنچه که فضا را بیشتر برای معاون نخست ریاست جمهوری تنگ تر کرد، قضیه ایشچی. احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان و معاون حزب جنبش ملی، ادعا کرد که آقای دوستم و نگهبانانش او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده اند. ادعایی که به یک آزمون کلان برای حکومت و جنرال دوستم مبدل شد و پس از آن ریاست جمهوری دیگر به جنرال دوستم اجازه حضور به دفتر کارش را نداد. آقای دوستم ظاهراً برای مداوا به ترکیه رفت و اما دیگر اجازه نیافت که به افغانستان برگردد و به تازه ترین نمونه تبعید سیاسی تاریخ معاصر کشور مبدل شد. زمانی هم که میخواست به کشور بیاید، هواپیمای حامل او در فرودگاه بین المللی مولانا جلال الدین در شهر مزار شریف اجازه نشست نیافت و جنرال دوستم دوباره به ترکیه برگشت. اکنون هم برخی از نزدیکان معاون اول ریاست جمهوری میگویند که حکومت با جنرال دوستم در مورد برگشتش تعهد شکنی کرده است. برای حکومت هم گپشان وعدهشان این بود که بعد یک فرصت از زمینه را مساعد میسازند برای برگشتشان، اما دیده شد که با گذشت هر روز بازم آمدنشان معطل شده میره و عامل عمده را من خود رهبری از کشورم میدانم. برخی آگاهان هم بازداشت نماینده ویژه جنرال دوستم در فاریاب را به سود کشور نمیدانند و میگویند که ریاست جمهوری تکروی میکند و تحمل حضور دیگر گروه های سیاسی را ندارد. تیم جنرال دوستم در قدم اول است. اگر رئیس جمهور فرصت پیدا کنه تیم های دیگری هم سرکوب خواهد کرد و خودکامگی را رواج خواهد کرد. هرچند اعضای حزب جنبش و هواداران جنرال دوستم تاکید میکنند که حکومت باید زمینه برگشت معاون نخست ریاست جمهوری به کشور را فراهم کنند، اما ریاست جمهوری در این زمینه چیزی نمیگویند. این گفته ها در حال مطرح می شوند که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام های ارشد امنیتی افغانستان نگاشته است که امر بازداشت قیصاری چند ماه پیش در کابل طرح‌ریزی شده بود. بیشتر در مورد وضعیت شمال، ناامنی هایی که حداقل در ولایت های شمالی وجود دارد و معترضینی هم که بر جاده های ولایت های مختلف در شمال افغانستان ریختن بحث میکنم. اینجا با من آقای جمال ناصر فرهمند، فعال سیاسی هم حضور دارند. آقای فرهمند، آنچه که به عنوان تظاهرات گسترده در شمال افغانستان جریان داره صرف به خاطر قیصاری است و یا اینکه دلیل عمده ناامنی شمال است؟ سلام به شما و بیننده های عزیز تلویزیون یک و مردم عزیز افغانستان. آنچه که مهم است برای مردم شمال افغانستان، در کل برای مردم افغانستان، امنیت کشور است. ما میبینیم که شمال افغانستان دستخوش تحولات بسیار عمیق امنیتی است که رو به وخامت گرایدن است. چرا پس از گرفتاری قیصاری این؟ خب این مسئله از دو سال به این طرف که بحث ما اگر سر فاریاب متمرکز باشه آغاز میشه که ناامنی ها در شمال انتقال پیدا میکنن از چندین سال به این طرف و فاریاب وضعیتش بدتر میشه از دو سال پیش به این طرف. و این زمان اتفاق افتید که وضعیت امنیتی فاریاب به مرحله رسید که مرکز فاریاب میمنه در حال سقوط بود، طالبان در نزدیکی شهر رسیدن. در همین مرحله فرمانده قیصاری یکی از فرماندهان خیزش محلی است که در کنار نیروهای دولتی با همت خود دولت جنگ میکرد با تروریسم و طالبان. در این مرحله اینا آمدن فرمانده قیصاری را بازداشت کردن. این در حالی صورت میگیره که جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور یکی از کسایی است که در جبهات رفته در شمال افغانستان، مخصوصا در فاریاب، در کابل وجود نداره و آمدنش در افغانستان مزارات سیاسی وجود دارن صورت گرفت که باعث امین باید مشخص شد. معاون اول رئیس جمهور قبل از شما ما با معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته گذاشتم، میگه که اونا مریض هستن و در بیرون از افغانستان هستن. وقتی مریض هستن چرا بر نمیگردن؟ نه خیر، این کلن ادعای کاذب است. جنرال صاحب دوستم صد کامل دارن و
هیچ نوع مشکل سیهی مانی برگشتشان نشده. پس مشکل چی هست؟ موانی سیاسی وجود داره. حکومت افغانستان موانی؟ این موانی را حکومت افغانستان باید مشخص میکرد. شما گفتین که سخنگوش بودین، حکومت هم چیزی به گفتن نداره. حالا ما هم سوال میکنیم، مردم که اعتراض کردن امروز به جاده ها ریختن، از ما چی را میپرسن؟ امیر میپرسن که معاون رئیس جمهور صحت داره، صحتش تکلیف داره و در ترکیه است، باید برگرده. میکنیم صحتشان کاملا خوب است. اگر حکومت زمینه آمدن جنرال صاحب دوستم را به فردا آماده فرد دوم مملکت میتونن صبح بیان. وقت فرد دوم مملکت است و معاون رئیس جمهور چرا بر نمیگرده؟ خب این موانی سیاسی از طرف حکومت افغانستان و همکاران بین المللیش وجود داره، بنابر دلایلی که پیش خودشان است ما نمیدانیم. بحث ما این است، ما حکومت را ساختیم، ما رأی دادیم به حکومت، ما در کنارش بودیم. حالا ما به حکومت افغانستان میگم، اگر شما آرامش افغانستان را میخواین، تلاش بکنین جنرال دوستم به افغانستان بیاید. این همه تحولات را که در شمال افغانستان شما شاهد هستین، به مرحله نرسه که او وقت نه جنرال دوستم توانای مدیریت زیره داشته باشه، نه خارجی ها و نه حکومت افغانستان. یک چیز باید روشن شود، شما حکومت را تهدید میکنین؟ تهدید نیست، این مسئله است که ما دیده رایستیم. شما دیدین که مردم خشمگین در جاده ها ریختن. پس چرا خشمگین شده؟ یک چرا تظاهرات مسالمت‌آمیز نکردین؟ مسالمت آمیز بودن. شما دفتر ولایت باتش کشید؟ دفتر ولایت ما نکشیدیم، مظاهرچی ها کشیدن. مظاهرچی ها کسایی بودن که در بینشان عوامل نفوذی وجود داشت، دستوری وجود داشتن. اما حکومت افغانستان میگه که شما کسانی که اعتراض دارن که قیصری باید رها شوه، امینا با آتش کشید. ببینید، یک ادعا مدن به حمایت از فرمانده قیصری تظاهرات کردن، خواهان رهایی از یا حداقل روشن شدن دلایل بازداشت آقای قیصری بودند. در همین مرحله فاریاب یک ولایت بسیار کلان است، شهر میمنه یک شهر پرنفوذ است. در اینجا گروه های مختلف که در برابر هم قرار دارند وجود دارد. طبیعتاً کسانی هستند در ولایت که مخل امنیت هستند، مخل نظم حاکم هستند. اینها داخل شدند در صفوف مظاهرچی ها، اینا رفتند یک علاقه ولایت را آتش زدند. در این حال بالای نیروهای امنیتی یورش بردند. ما به اونان یک از کسایی که عامیان عدالت خواهی و به اونان یک از فعالین مدنی که سالها در تظاهرات اشتراک کردیم محکوم میکنم روی کرده را که یک عده رفتن آتش زدن مقام ولایت را یک بخششه یا حمله کردن بالای نیروها. قاعده تظاهرات این نیست. ما ایره رب میتون به او کسایی که برای بدنام سازی فاریاب تلاش دارن، رب میتون به او کسایی که آمدن سوء استفاده میکنن و اینجا میخواهند که از فاریاب یک تصویر بسیار زشت نشان بدن. حالا اگر قرار باشه بحث ما را متمرکز بسازیم به چگونگی برگشت وضعیت امنیتی به حالت خوبش به گذشتهش، ما جدا این مسئله را مطرح میسازم که آقای غنی و همکارانشان حکومت وحدت ملی برای برگشت جنرال دوستم تدابیر لازم در نظر بگیرن. خب ببینین، احزاب رهبران سیاسی در بخش افغانستان از خود پایگاه و جایگاه مردمی دارن. دیروز را فرض بر این که افراد خشمگین جا گرفته بودند در بین مظاهرچیان، ولی امروز شما بندر آقینه را رایش را بستین. این هم این معترضان هستند. آیا واقعا این کار درست است؟ ببینید، مردم چی میخوان؟ اول بیاین به مطالبات مردم مراجعه بکنیم. مطالبات مردم برگشت جنرال دوستم به افغانستان است و پس از او جنرال دوستم بیایه این معضل را که پیش آمده. ظاهرا حکومت افغانستان برای برگشت جنرال دوستم پاسخ روشن نمیده. شما چی میکنید؟ طبیعتا که وضعیت ادامه پیدا میکنه. مردم به خاطر جنرال دوستم پای صندوق های رای رفتن، از آقای غنی حمایت کردند، 1,000,000 رای به صندوق های ریختن. وقتی معاون اول رئیس جمهور است، موانی هم وجود نداره، پس چرا مانی آمدن جنرال دوستم؟ وقت خشونت دیروز را نمیپذیرین که از آدرس معترضان اصلی اتفاق افتاده باشه، پس حکومت افغانستان میگه در جلسه انجام داده او چی است؟ در برابر نماینده ها خواهش کرده و با ایشان درگیر شده. هیچ نوع مستند وجود نداره، ما ندیدیم، چون من در صحنه هم نبودم و خبرم ندارم. آن چیزی که اتفاق افتیده بر رسانه ها درست کرده. پس دلیل درگیری که 4 فردی از جنرال قیصری، از فرمانده قیصری هم کشته شده چی است؟ طبیعتا تنش های لفظی بودن میتونه. او را که ما در صحنه نبودیم، ما و شما مستند میساختم. حکومت افغانستان ما گفتیم، ما بارها در بحث‌های دیگه هم گفتم، وقتی فرمانده قیصری متهم به جرایم جنگی است، متهم به قتل و کشتارش، بیاین ثابت بکنین، محکمه دایر کنین، بر مردم وضاحت بدین. از دو روز به طرف که آقای قیصری بازداشت شدن وضاحت داده نشده از طرف حکومت افغانستان. این وضعیت است، یک بحث کوچک است. بحث اصلی که مردم دنبال میکنن برگشت جنرال دوستم است. حالا چرا تا زمانی که روشن شود مسئله فرمانده قیصری شما منتظر نمیمونین؟ حکومت افغانستان میگه ما تحقیقاتمون را آغاز کردیم در پیوند. خب حالا گفتم که یک بخش کلان از این مظاهره ها، حالا این یک بهانه شده برای این که مردم مطالبات خود نسبت به برگشت جنرال صاحب دوستم داشته باشند. بحث آقای قیصری، ببینید، حوصله جنرال دوستم را یک بار از خود بکنید که چقدر بالا بوده. معاون اول رئیس جمهور از بیشتر از یک سال است که در کشورش، در موقعیت سیاسیش، در جایگاه مردمیش که قرار داره نمیتونه یا ناتوانی
چی است؟ حوصله است یا ناتوانایی؟ این نهایت حوصله را نشان می دهد و اگر نه هیچ موانعی نمیتونه که جنرال دوستم را پیش روی شب بگیره. اما عملا تیاری رئیس جمهور معاون رئیس جمهور اجازه ندادن نشست بکنه. این خبر تایید نشده است. در صورتی که جنرال دوستم اگر میخواست به افغانستان بشینه هیچ کس هم معاونی نمیومد. خب حالا مصلحت کلان کشور امیر ایجاب میکرده. مصلحت کلان امیر ایجاب میکرد. آقای دوستم بارها این مسئله را ادعا کرده که این حکومت را ما ساختیم، دموکراسی را باور دارم، حقوق زن را باور دارم، حقوق بشر را باور دارم و همواره کمک کرده بر ساختن حکومت ها. درست؟ حالا این حکومت را هم خودش ساخته. باورش هم است که ما هم یک معاون اول رئیس جمهور هستم. به این مملکت نمیخوایم که مصلحت کلان کشور خراب شود. تا چه زمان آقای دوستم قرار است حوصله کنه به خاطر مصلحت ملی؟ حالا که وضعیت در شمال افغانستان آقای دوستم بازم حوصله میکردم و مردمش حوصله نکردند. شما میبینین از تخار تا فاریاب مردم به جاده ها ریختن، مطالبه جدی و خواست اساسیشان برگشت جنرال دوستم و رهایی فرمانده قیصری است. در گزینه اول ما این مسئله را قرار دادیم که آقای دوستم شما وقتی چالش میتابه به حکومت افغانستان که بدون دوستم میگه صلح ممکن نیست، خب بیاین یک بار دیگر، یک بار از جنرال دوستم امتحان بگیرین، یک بار دیگر که وقتی شما میگید که جنرال دوستم را هیچ چیز مانع شده نمیتونه که بیایه، پس تا چه زمان حوصله میکنه؟ داریم تو یک شرایط اساس چرا نمیای جنرال دوستم؟ در این تو یک شرایط اساس بازم فرصت را میده بر حکومت، برای رئیس جمهور که او را به عنوان رئیس جمهور قبول کرده، رأی داده برایش، مردم را در کنارش قرار داده. بازم ما به صورت جدی و واضح به رئیس جمهور میگیم که ما ملت افغانستان هستیم، حامی حکومت هستیم، ما رأی دادیم، دوباره رأی میدیم، دوباره به انتخابات میریم. در صورتی که مطالبات ما به عنوان یک ملت در نظر گرفته نمیشه، باز او وقتی است که این اعتراضات همچنان پا بر جا خواهد بود. این ممکن است جدی تر شوه، این ممکن است وسیع تر شوه که ما پیشتر گفتم یک گوشدار است که هدفتان از جدی تر شدن چی است آقای فرهمند؟ این گسترده تر میشه. شما دیدین با آقینه را بسته کردن، ممکن یک بندر دیگه بسته شود. ما سه ماه بعد انتخابات داریم، تحریم انتخابات یک مورد بسیار جدی است که ولایت‌های شمال ممکن به طرف توافق نسبی دیشب میانتون صورت گرفته بود. چی بود؟ این شایعه بود، توافق صورت نگرفت. اما عملا از اعضای جنبش با ما صحبت کردن در برنامه خبری ساعت 10 ممکن در خلای اطلاعاتی قرار داشته باشن، اما آن چیزی که اتفاق افتیده هیچ نه تفاهم بین حزب جنبش یا همکاران ما در جنبش با حکومت به وجود نیامده که در خصوص رهایی فرمانده قیصری یا بازگشت مان صاحب اول ریاست جمهوری صحبت شده باشه. حالا به عنوان مهمترین اصل یک بار دیگه اینم میگم که اگر میخواین انتخابات خوب داشته باشین، حکومت میگم اگر میخواین که شمال افغانستان امنیتش داشته باشه، اگر میخواین توسعه پایه‌های اقتصادیش که با بنادرش تک تامین میشه به ثبات داشته باشیم، لطفاً بیاین زمینه برگشت با عافیت جنرال دوستم را مساعد بسازین. یک بازم انتخابات در پیش رو دارین، در کنارتان آقای دوستم و ملتش استاد هستن. این کار نکنین که خشم ملت به قهر تبدیل شوه، اون زمان بسیار سخت تمام میشه برای همه. این مصلحت هیچ کس نیست که این پایه‌های متزلزل حکومت انهدام منهدم شوه و از بین بره. ما طرفدار این هستیم، ما طرفدار یک حکومت قانونمند، طرفدار یک حکومت دموکراتیک، طرفدار یک حکومت مردمی هستیم. ممنون آقای فرهمند. طالبان در هلمند و نیمروز با تاکتیک کارگزاری ماین‌های کنار جاده‌ای در برابر نیروهای امنیتی روبروند. شمار از سربازان و مقام‌های نظامی می‌گویند که نظامیان کشور در مسیر راه هلمند و نیمروز بیشتر با ماین روبرو می‌شوند. سجاد محمدی همراه با شمار از نظامیان قول اردوی 215 میوند در شوراب هلمند تا به ولسوالی دلارام نیمروز رفته و این گزارش را آماده کرده است. در حال حاضر صدای جنگ و ناامنی از بسیاری بخشای کشور بلند است. جنگی که پایانش هنوز معلوم نیست. ما همکنون در آخرین نقطه خاک ولایت هلمند قرار داریم. 100 کیلومتر دورتر از شهر لشکرگاه. مقصد ما بررسی چگونگی وضعیت امنیتی ولسوالی دلارام ولایت نیمروز در همجواری هلمند است. با شنیدن این گونه آهنگ های حماسی با روحیه بالاتر به ماموریت می روند. اسمت الله 5 سال است در ارتش ملی سرباز است. او وظیفه دارد تا در هر عملیات بر ضد طالبان در ساحه ماموریت قول اردوی 215 میوند در هلمند و نیمروز زودتر خودش را برساند. اسمت الله از خطر تاکتیک تازه طالبان در مسیر راه می گوید. و دغه استقامه چې دلارام نو وزي کړنه کې چار نمخ کې شینو بیال ته بس زه په زه پلچک مون چتو تقریبا په 15 ورځو شپږ ورځو کې مون غورغوري ته رسیدو 2 ساعت لار ده دامن 15 شپږ ورځو کې وو ولې چې من زت لري. بخشای از شارای نمبر 1 به دلیل انفجار ماین های کنار جاده ای این گونه تخریب شده است.
تیم های انجینیری در مسیر راه چندین بار با موارد مشکوک برمیخورند. به گمان احتمال جاگذاری ماین کنار جاده‌ای به گونه دقیق همه چیز را بررسی میکنند، چون طالبان از روش ها و وسایل پیشرفته ماین گذاری کار میگیرند. ما در طول ازمی هفته گذشته یک حلقه ماین دستگیر کردیم با دو نفر و با یک اراده موتر مازدا. آخرین قوت و آخرین قدرت طالبان فقط همی کارگزاری من بروی جاده هستند. نگاه کدام ظرفیت جنگی برشان نمانده. دلارام یکی از ولسوالی های دورافتاده و پر جمعیت نمروز است. شهروندانش از بی توجهی حکومت گلایه دارند. ولس مو هغه مشکلات چې لري خو دولت هم تو کوم راځي دغه نظر تکړه. د مثال په توګه موږ معرفت اشد ضرورت لرو. د دوه خو نو سوال غواړو موږ د دلارام ولس ډیر سوال تجهیز دی. تاسو به د اختر په ورځ کې د خلک د لیلی چر او تلی او په موټرانو کې لنجرانو کې حتی چې د ډرایور پر لاس لاس ورته سوال ته دغه ضرورت لري. ولسوالی دلارام اما در تشکیلش تنها 31 سرباز پلیس دارد. 11 تن از این سربازان هم در حال حاضر خدمتی فرستاده شدند. از مرد دلارام د ولسوالی د پلیس ملی تشکیل دی. یو دیرش کس دی. یو دیرش نفر د دلارام په ولسوالی د پاره بسنه نه کی جولی 15000 نفوس دلته ژوند کی د دلارام په ولسوالی کې. هغه کې 15 پوسټي مجلرو ولسوالی د کمانډانی د نس کې د لپاره یو دیرش نفر باندې قانون دلته حاکم سی او قانون برپای سی. د امروز ولایت منګه د امن ولایت نو هغه ته تشکیل کوم ورکړ سی ولې اوس نام نه سوای ته نو هغه تشکیل دی ته جواب ده هنده یا بس نه کی سره تشکیل منګه پیشنهاد پرلاندې سکړه. در کنار طالبان قاچاقبران مواد مخدر هم به گونه گسترده در حوزه جنوب غرب کشور فعالیت دارند و در موارد زیاد به گونه هماهنگ بر ضد نیروهای دولتی می جنگند. با این وجود شهروندان کشور انتظار غروب جنگ و ناامنی و طلوع صلح و آرامی را در کشور می کشند. خانواده یک نوجوان که در ولسوالی نوبهار ولایت زابل به گونه مرموز به قتل رسیده از حکومت میخواهد که قاتل او را باید بازداشت کند. برادر این نوجوان به مقامهای محلی هشدار میدهد در صورتی که قاتل برادرش بازداشت نشود او به گروه های مخالفان دولت میپیوندد. برخی باشندگان نوبهار ادعا میکنند که این کودک به دلیل شکنجه پلیس جان داده است، اما پلیس زابل میگوید که عامل این کار را بازداشت میکند. ما کسر نازه کرور ده دونه نو کیده دشپی پا کور خانده ما ده خنده خبر نه ده. ناله هایی که برای از دست دادن برادر نوجوانش سر میدهد. برادر او عزیزالله 16 ساله به گونه مرموز در ولسوالی نوبهار زابل به قتل رسیده است. میگوید برادرش دیشب به نماز جماعت رفت و دوباره بر نگشت. پس از تلاش های زیاد سرانجام جسد او را امروز از نزدیکی های یک کوه پیدا میکنند. بغض گلوی مادر عزیزالله را بسته و به او مجال حرف زدن نمیدهد. همان اندازه که حرف میزند میخواهد که قاتل پسرش بازداشت شود. شماری از باشندگان نوبهار پیکر عزیزالله نوجوان را اینجا به قلات مرکز ولایت زابل آوردند. آنان پلیس را به قتل او متهم می کنند. پوستیتی سیر اوستل او پا گنده بنده یک سنوال او لاشی او ورطله لیدی چه هم ورطله لیدی سبات سلای وان کنه یه دو کلی هم برمادی بای کل و نسوالی ده اوراتی پتلاک دی بیاویلده. مقام های محلی در زابل می گویند که قاتل او هر که باشد بازداشت و مجازات خواهد شد. در ندر توایی چه زمور پولیس پر حق دی دا نه درته وای، اما یو شی درته وای چې پرېړې چې ثابت کو چې چا کړی دی، یو داس چا کړی دی چې واقعیا زما د نامت خو استفاده کوي پولیس ته یې کړی دی، یو داس چا کړی دی که دا پولیس او ستاسو ترمنځ د فاصلې راوستلو په خاطر یې کړی دی. دا مو دا کار چې هر چا کړی یې که طالب کړی یې که ملکي سړی کړی یې که طالب که پولیس کړی یې که اردو کړی یې که امنیت کړی یې اوره دا ذمه‌وار زه یم دا زه پیدا کوم. در زابل هرچند حضور و فعالیت افراد گروه طالبان زیاد است، اما میزان جرم‌های جنایی به ویژه قتل و اختطاف کم است. در ادامه خبرها، یک روز تا پایان روند ثبت نام رای دهندگان، کمیسیون این روند را دوباره تمدید نمی‌کند.
تلاش برای ترویج همدیگر پذیری. جشنواره توت به گونه ویژه در ولایت پنجشیر برگزار شد. اعضای کاروان سالخا در واپسین روز حضورشان در برابر سفارت امریکا در کابل نامه به کانگرس و مردم امریکا نوشتند. در این نامه این کاروان کارکرد نظامیان امریکایی در افغانستان را بخش از عاملهای افزایش شمار طالبان در افغانستان دانسته و از مردم امریکا خواسته است که بر مقامهای حکومتیشان فشار بیاورند تا در افغانستان صلح را تأمین کنند. قرار است اعضای این کاروان فردا خیمه تحصنشان را در برابر سفارت روسیه برپا کنند. نهمین و واپسین روز کاروان صلح‌خواه در برابر سفارت امریکا در کابل. در این روز شماری از باشندگان کابل نیز با اینان می پیوندند. کسانی که به گفته خودشان از جنگ خستند. مردم از جنگ خسته شده، دیگر هیچ جنگ نمی خواهد. بیاین نکنیم، برادرای طالبان صدا می کنیم سرش که بیاین صلح کنیم، تکه تکه هستیم، بیچاره هستیم. اعضای این کاروان نامه‌ای به کانگرس و مردم امریکا نوشتند. در این نامه کارکرد نظامیان امریکایی در افغانستان یکی از عامل‌های افزایش شمار طالبان و گرم‌تر شدن تنور جنگ در کشور خوانده شده است. یک تعداد نظامیان شما به همکاری یک تعداد افراد پولپرست افغان برای پولدار شدن چراغ به دست خانه به خانه عقب طالبان می‌گشتند و آنها را به نه تنها مجبور به جنگ می نمودند، بلکه در افتیدن آنها در دامن همسایه ها نیز کوشش نمودند. همین حالا فامیل های یک تعداد از سران طالبان در گروگان آنهاست و آنها مجبور به جنگ شده و می شوند. در بزر او درم زیگدیز کال پور طول جنگی دل پزانگری دول طالبان پر کرون ناست و لبد مرغست هاست و حکومت دناسم و پالیسی و لمخی طالبان جنگ تا آلکل. این کاروان در این نامه از مردم امریکا خواسته که بر مقام‌های حکومتیشان فشار بیاورند تا صلح را در افغانستان تامین کنند. از شهروندان افغانستان که در امریکا به سر می‌برند نیز خواسته شده که در این کشور خیمه‌های تحصن برپا کنند. قرار است اعضای این کاروان فردا در برابر سفارت روسیه خیمه تحصن برپا کنند. پیشتر این کاروان 3 روز در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل در کابل خیمه تحصن برپا کرد و در نامه‌ای از این سازمان خواست که برای آوردن صلح در افغانستان اقدام کند. یونما نیز در خبرنامه‌ای از حرکت این کاروان استقبال و تعهد کرد که گفتگوهای صلح بر رهبری افغان‌ها را پشتیبانی می‌کند، اما سفارت آمریکا هنوز در برابر خواست‌های اینان پاسخ مشخصی نداده است. روند ثبت نام رای دهندگان فردا در کل کشور پایان می‌یابد. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که با پایان یافتن روند ثبت نام رای دهندگان ترتیب فهرست رای دهندگان آغاز می‌شود. کمیسیون می‌گوید که تاکنون 8,200,000 تن در سراسر کشور ثبت نام کردند، اما دیدبان انتخابات شفافیت افغانستان انتقاد می‌کند که کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی هماهنگی ندارند و هنوز نتوانستند کارکنان ولایتی را معرفی کنند. نرگس اورخش گزارش می‌دهد. روند ثبت نام رای دهندگان به روز پایانی رسید. آخرین مرحله ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی‌ها و روستاها بود. بر اساس جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات، پس از چند بار تمدید، فردا روند ثبت نام رای دهندگان در سراسر کشور پایان می‌یابد و تمدید نخواهد شد. کمیسیون هنوز تصمیم نداره که ایراد تمدید بکنه، به خاطر که هم بار مالیش، هم بار تکنیکیش و هم بار امنیتیش بحثای است که وقتگیر است و ما فرصت کافی بیشتر نداریم. ما باید سر کار بالای لیست واجدین شرایط همین 8,200,000 یا 300,000 هر چقدر که میشه سر ازی باید کار بکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که مردم به گونه بی پیشینه خودشان را برای شرکت در انتخابات آماده کردند. بر اساس آمار این کمیسیون شمار ثبت نام کنندگان به 8,200,000 تن رسیده است. در شروع خود نگران بودیم که چون روز اول ثبت نام در حدود 6,200 نفر ثبت نام کرد در 1419 مرکزی که ما در مرحله اول افتتاح کرده بودیم،
کمیسیون و مردم افغانستان و رهبرای نظام همه نگران بود که شاید این پروسه کامیاب نشود. در روزهای نخست همین هفته و با 3 روز تأخیر کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی را اعلام کرد و حالا برای ترتیب فهرست رای دهندگان آمادگی می‌گیرد. کاری که برای نخستین بار در انتخابات انجام می‌شود. اما دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان انتقاد می کند که کمیسیون های انتخاباتی با مشکل های جدی روبرواند. تا کنون در بسیاری ولایت ها کارکنان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت های انتخاباتی معرفی نشدند. با باور این نهاد حکومت نیز در کار این کمیسیون ها مداخله می کند. نتقاد دوگانگی چندگانگی در اداری در بخش اصلاحات و تطبیق تقویم انتخاباتی وجود داره که در ارتباط ظاهرا ما نمیتونیم احساس کنیم، ولی ما که عملا نظارت میکنیم این را میبینیم و این دوگانگی از خود حکومت شروع سمتون انتقال پیدا میکنه دیگه جا. حکومت از کمیسیون شکایت انتخاباتی حمایت خوب سیاسی و مالی نمیکنه و نمیفهمیم که دلیلی از این چی است که این کار حکومت میکنه. مثلا تابال بودجهش برش تحویل نداده، کمیشنران ولایتیش استخدام نکرده، منظوری نداده، رئیس دانشای کمیسیون سرنوشتش معلوم نمیکنه و این مشکلات بسیار زیادی را به وجود میاره و شفافیت خود پروسه انتخابات زیر سوال میبره. بر بنیاد جدول زمانی انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات در 28 میزان امسال انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها را برگزار می کند. اما به باور نهادهای ناظر انتخاباتی، مشکل هایی که سد راه این کمیسیون است، برگزاری انتخابات در زمان معین آن را دشوار می سازد. و پرسش های زیاد در مورد انتخابات، کارهای کمیسیون مستقل انتخابات و چالش هایی که حداقل سر راه کمیسیون وجود دارد، پیش ما وجود دارد نزد نهادهای ناظر و مردم افغانستان که باید بهش پرداخت. اینجا با من آقای عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هم است. آقای ابراهیمی، بیشتر از 8 میلیون را ثبت نام کردین. اطمینان را کمیسیون مستقل انتخابات میده که یک فرد دو بار رای نده؟ به نام خدا و عرض سلام به شما و بینندگان محترم شما. کمیسیون مستقل انتخابات مطابق پلان عملیاتی خود و مطابق 3 مرحله ثبت نام رای دهندگان را در مرکز و ولایت افغانستان. مرحله اول ثبت نام مراکز در شهرهای افغانستان بود که به اتمام رسید، با یک ماه تمدید شدن. مرحله دوم ما ولسوالی های ولایت افغانستان بود که ثبت نام رای دهندگان به اتمام رسید و مرحله سوم که فعلا قرار دادیم، قرار است که فردا 15 سرطان ای خاتمه پیدا بکنه و ارقامی که بوده تا اکنون به 8 میلیون نزدیک به 8 میلیون تن خود را به خاطر ثبت نام انتخابات ثبت نام کردن که از او جمله 65% مردها هستند و 32% خانما و 2% هم کوچه ها. سوال ما واضح نشد آقای ابراهیمی که بیشتر از 8 میلیون درست است که ثبت نام کردن، کس دوبار رای نخواهد داد؟ کمیسیون مستقل انتخابات خوشبختانه روز گذشته سیستم دیتا انتری و کارمندای جدید قبلا 100 نفر را استخدام کرده بود و روز گذشته 150 تن که در مجموع 250 تن این استخدام تا 800 نفر خواهد رسید که امید تمام فرما و استیکرها را با شمارهایشان وارد دیتا انتری میکنن. برای نخستین بار کمیسیون مستقل انتخابات فهرست رای دهندگان را در تاریخ 23 اسفند مطابق تقویم انتخابات برای چی تیار میشه فهرست رای دهندگان؟ ببینین، برای نخستین بار کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی فهرست رای دهندگان در سراسر افغانستان اعلان میکنه و فهرست رای دهندگان به این معنی است که هر رای دهنده را به یک مرکز رای دهی وصل میکنه و هر کسی که در مراکزی که ثبت نام کرده در اون مراکز پیش از برگزاری انتخابات فهرست نامشان مشخص میکنن که مثلا 200 یا 500 یا 400 نفر در اون مرکزی که ثبت نام کردن با امو شماره تذکرهشان، تصویرشان و شماره استیکرشان مشخص هست. این موضوع سبب از این میشه که افراد اشخاصی که قبلا
در تخطی و تقلب دست می زدن ای را مانعشان شوند و در کل این سبب جلوگیری از تقلبات بیشتر می شود. آقای ابراهیمی، چرا در بسیاری از ولایت ها کارکنان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت های انتخاباتی هنوز به کارشان آغاز نکردن؟ یک نگرانی جدی نهادهای ناظر است و حتی نهادهای ناظر باورشان این است که مداخله حکومت باعث کار شده. کمیسیون مستقل انتخابات مطابق تقویم انتخاباتی خود گام به گام به پیش رفته. ببینیم. اما ما بسیار نزدیک هستیم به برگزاری انتخابات، هنوز کارکنان ولایتی شما به کار آغاز نکردند. کمیسیون مستقل انتخابات ما به زودترین فرصت رؤسایی که در ولایتی که مربوطشان است یا تبدیل و تبدیل میشن و افراد اشخاص چرای جدید برشان معرفی میشه و کمیسیون مستقل انتخابات پیش از برگزاری انتخابات فهرست ابتدایی را فهرست رای دهندگان را اعلان میکنه و در پلی از این کمیسیون مستقل انتخابات تلاش ازی دارد که مطابق تقویم انتخاباتی خود گام به گام به پیش برند. ببینید ما فعلا فهرست ابتدایی کاندیدان احتمالی ولسی جرگه را اعلان کردیم و فردا قرار است که برنامه مرحله سوم ثبت نام رای دهندگان در سراسر افغانستان به اتمام برسد و ما بالای سیستم دیتا انتری خود یا همو ثبت کردن استیکرها در مرکز افغان در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات هستیم و کمیسیون گام به گام به تقویم خود پیش میره و تطبیق میکنه. این مواردی که شما یادآور شدین کمیسیون مستقل انتخابات تغییرات را در رؤسای تمام ولایاتی که تغییر نکرده به وجود خواهد آورد و این مواردی که کمیسیون شکایت انتخاباتی او برمیگرده به خود کمیسیون شکایت انتخاباتی. ما امیدوار هستیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی مطابق تقویم انتخاباتی خود هم اعتراضات، شکایات و بررسی خود را نسبت به فهرست ابتدایی انجام بدن و مطابق تقویم انتخاباتی دوباره امو رسیدگی به اعتراضات لیستش به ما روان بکنن که بعد از اون ما فهرست ابتدایی نهایی را اعلام بکنیم. متاسفانه کاندید سیک ها در ولایت ننگرهار کشته شد. کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد چه اقدامی را انجام داده؟ کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر حمایت از دموکراسی و اقلیت های مذهبی تصمیم ازی گرفت که سر از تاریخ 16 سرطان روز شنبه تا 21 سرطان مدت 5 روز زمان مشخص کردیم تا شهروندای اهل هنود یا سک ما بتوانن یک کاندید یا کاندیدای بیشتر را به خاطر احراز یک کرسی ولسی جرگه به انتخابات آینده معرفی بکنن یا در کل خود کاندید بکنن. آقای ابراهیمی، جنجال بر سر تقسیم حوزه‌بندی غزنی هنوز پابرجاست و حتی معاون رئیس جمهور هم در برابر اقدام کمیسیون و حکومت افغانستان قرار گرفته. شما در این مورد چه اقدامات را انجام دادید؟ کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر حل بنبست انتخابات ولایت غزنی تصمیم می گرفت که ولایت غزنی را به 3 حوزه انتخاباتی تقسیم بکنه و به اساس از این کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی خود را داره تا مطابق تقویم انتخاباتی که با ولایت تقویم استثنایی که یا فوق‌العاده‌ای که با ولایت غزنی تنظیم شده مطابق از او کارهای خود آغاز بکنه. اما کارهایتان آغاز نشده، دفترتان هنوز هم بسته است. قبلا تظاهرات کننده هایی که حداقل موافق حوزه بندی بودن اونا بسته بودن و حالا مخالفین حوزه بندی. شما چه زمان کارهایتان در این ولایت دفتر دفتر ولایتی غزنی ما باز هست، اعتراضات وجود داره دقیق، اما کمیسیون مستقل انتخابات مطابق تقویم استثنایی و فوق‌العاده را که به خاطر برگزاری انتخابات به ولایت غزنی تنظیم کرده روی دست گرفته. اگر این موضوع حل نشود، اقدام بعدی کمیسیون مستقل انتخابات چه است؟ کمیسیون مستقل انتخابات تلاشی را داره که خود را آماده برگزاری انتخابات به تاریخ 28 میزان در ولایت غزنی باشد با تمام همزمان با تمام ولایت. ممنون آقای ابراهیمی. جنجال ها بر سر تصمیم اوضاعی شدن
انتخابات در غزنی با قوت پابرجاست. شمار از نمایندگان غزنی و برخی ولایت‌های دیگر در مجلس این تصمیم حکومت را تبعیض‌آمیز می‌خوانند و هشدار می‌دهند که به کس اجازه نخواهند داد تصمیم‌های یک طرفه را بر مردم تحمیل کند. از سوی هم احمد ولی مسعود می‌گوید مشکل غزنی به خاطر فرد است که در رأس قدرت است. اما معترضانی که دونی ما برای حوزه‌ای شدن انتخابات در غزنی خیمه تحصن برپا کردند می‌گویند باید پشتون‌ها در این ولایت حوزه جداگانه داشته باشند. در این آشفته بازار سیاست هم ما جشنواره توت امسال به گونه ویژه در ولایت پنجشیر برگزار شد. در این جشنواره در کنار شاعران، فرهنگیان و مقام‌های حکومتی ده‌ها شهروند کشور از ولایت‌های دیگر هم شرکت کرده بودند. عماد روستایی خبرنگار ما که به پنجشیر رفته بود میگوید پنجشیریان به بهانه این جشنواره با قرصک و تفنگ بازی از مهمانان جشنواره توت پذیرایی کردند. والی پنجشیر هدف از برگزاری جشنواره توت را ترویج همدیگرپذیری و نگه داشتن فرهنگ اصیل پنجشیر میداند. جوش و خروش توت پنجشیر پای ده ها تن را به اینجا کشانیده است. بازارک مرکز پنجشیر. در کنار پنجشیریان حضور خانواده ها و شهروندان دیگر ولایت ها در این جشنواره پررنگ است. صبح زود خودشان را از کابل به اینجا رسانیدند تا در کنار چشیدن مزه توت پنجشیر از هوای گوارا هم بهره برند. فضای طبیعی دریای خروشان و تراوتش و فضای دیدنی سبز که متفاوت با فضای شهر کابل است ما را سبب ازی شد که پای ما را کشاند به این ولایت و به این منطقه و اشتراک در این محفل فرهنگی. ما خاطر میله توت پنجشیر آمدیم. فضای اینجا بسیار دلنشین و آرام است. فضا دور شده. عطاولا نویسا که باشنده قندهار است با شماری از دوستانش به پنجشیر آمده تا در کنار اشتراک در جشنواره توت دوست دارد با فرهنگ باشندگان بومی این ولایت بیشتر آشنا شوند. در درست هماش من سره در یه ترسنگ رالو میله میولدله چه و گورو چیز مج هیوادوال لحر سیمی سخراسی او در هیواد هر نکته تا دیولار سی د خپل پرهنګ سره آشناسي د هرې سیمې کوره د پرهنګونه چې دی په هره سیمه کې دا پر کوي. یعنی یو په عموم کې د یوې سیمې پرهنګ دی، یو مختص پرهنګ دی، یو خاص پرهنګ دی، ځانګړی پرهنګ دی چې په هغه سیمه پورې تړلی وي. سال هاست که انفجار و انتحار و نیز درگیری های مسلحانه خوشی مردم و آرامش مردم افغانستان ازشان گرفته و حالا در اینجا جشن توت بهانه شده برای همدیگر پذیری و همبستگی مردم افغانستان. جشنواره ها به منظور منافع اقتصادی از طریق رشد توریسم، توجه به معرفی فرهنگ و جاذبه های طبیعی می باشد. قرصک نوع رقصی که در میان جوانان پنجشیری از جایگاه ویژه برخوردار است. جوانان همین گونه از مهمانان این جشنواره پذیرایی می‌کنند. پنجشیری‌ها هم در اینجا می‌کوشند تا فرهنگ‌های بومیشان را که از نسل‌های گذشته به میراث مانده بار دیگر تازه کنند. مانند تفنگ‌بازی که در میان پنجشیری‌ها به نام شلوغ مشهور است. این زمینه روز در همه کشور عزیز ما افغانستان مساعد ساخته شود و از این فضا نفع ببریم و افغانستان با عنوان خانه واحد هر یک از شهروندان افغانستان در هر گوشه کشور عزیز ما که بخواهند زندگی بکنند و تفریح برند و سیاحت برند این توان و این امکان برشان میسر بوده باشد. دریای خروشان پنجشیر یکی از جاذبه های دیگر است که روزانه پای صدها تن را از ولایت های گوناگون کشور به اینجا می کشاند.
بیش از 14,000 داوطلب امروز آزمون کنکور را در کابل سپری کردند. کنکور کابل امسال در 4 دور برگزار می شود که نزدیک به 58,000 تن در آن شرکت خواهند کرد. وزارت تحصیلات عالی با متریک شدن داوطلبان را در شفافیت این آزمون مؤثر می داند. وزارت وزیر دفاع ملی، وزیر امور داخله، معاون اپراتیفی ریاست عمومی امنیت ملی، فرمانده پشتیبانی ماموریت قاطع و سفیران کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان و هلند برای بررسی وضعیت امنیتی و حکومتداری امروز به قندوز رفتند. این مقامهای داخلی و خارجی با مقامهای محلی، اعضای شورای ولایتی و جامعه مدنی این ولایت دیدار و گفتگو کردند. در این دیدارها فرمانده پلیس قندوز گفت که 3 ولسوالی در این ولایت زیر تهدید قرار دارد و خواهان تجهیز بیشتر نیروهای امنیتی در این ولایت شده است. در ادامه خبرها، هشدار ایران به آمریکا. روحانی میگوید واشنگتن در صورت وضع کردن تحریم ها بر فروش نفت ایران خودش زیان میکند. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره خلع سلاح اتمی شبه جزیره کوریا و کوریای شمالی رفت. قرار است مایک پمپیو با رهبر و سایر مقامهای دولت پیونگیانگ درباره تطبیق برنامه خلع سلاح اتمی این کشور گفتگو کند. پس از نشست تاریخی میان سران دو کشور در سنگاپور، این نخستین سفر وزیر خارجه آمریکا به کوریای شمالی حساب می شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هشدار می‌دهد که در صورت وضع تحریم‌ها بر فروش نفت ایران، واشنگتن تاوان آن را پرداخت خواهد کرد. آقای روحانی که برای حفظ توافقنامه هسته‌ای کشورش با قدرت‌های جهانی به اروپا سفر کرده، می‌گوید که فعالیت‌های هسته‌ای ایران همواره مقصدهای سلامیز داشته است. اما نخست وزیر اسرائیل از کشورهای اروپایی می‌خواهد که روابط تجاریشان با ایران را قطع کنند. تلاش‌های تازه ایران برای حفظ توافقنامه هسته‌ای با غرب. در گیرودار آغاز جنگ تجاری میان آمریکا و اروپا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران آستین برزده که با استفاده از این فرصت توافقنامه کشورش با غرب را حفظ کند. آقای روحانی اینجا در سوئیس وضع تحریم‌های آمریکا علیه ایران را جنایت می‌خواند و از اروپا می‌خواهد که در برابر دونالد ترامپ ایستادگی کنند. حسن روحانی حفظ توافقنامه برجام با کشورهای اروپایی را به تضمین منافع ایران از سوی کشورهای اروپایی مشروط کرده است. و همونطور که قبلا هم ما مورد تاکید قرار دادیم، تا زمانی که منافع ما در توافق برجام تأمین بشه و مطمئن بشیم به این که از مزایای این توافق میتونیم استفاده بکنیم، در این توافق باقی خواهیم ماند. از سوی هم رئیس جمهور ایران در واکنش به تهدید آمریکا به محدود کردن میزان خرید نفت ایران در بازارهای جهانی واکنش بحث برانگیز نشان داده است. حسن روحانی میگوید آمریکایی ها گفتند که جلو صادرات نفت ایران را میگیرند، در حالی که معنای این حرف را نمیفهمند. ظاهرا اشاره آقای روحانی به بستن تنگه هرمز، گذرگاه میان ایران و عمان و مهمترین مسیر تردد کشتی های نفت است. فعالیت آمریکا در این زمینه یک کار یک جانبه گرایی، تحمیل مقررات سرزمینی به فرا سرزمین و همچنین نقض همه مقررات و قواعد بین المللی در زمینه انرژی و تجارت هست. اما در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از اروپا به خاطر حفظ روابط تجاری و اقتصادی با ایران جهت کم اثر کردن تحریم های آمریکا شدیداً انتقاد می کند. نخست وزیر اسرائیل از اروپا می خواهد که روابط تجاریشان با ایران را متوقف سازند. پشتیبانی از رژیمی که از هراس افغانی در برابر شما و بسیاری از کشورهای دیگر حمایت می کند را قطع کنید. من از شما می خواهم که روابط تجاری و اقتصادیتان با ایران را متوقف سازید. در همین حال پارلمان اروپا جواز همکاری بانک سرمایه گذاری اروپا یا EIB با ایران را تصویب کرده است.
قانونگذاران اروپایی با تصویب این طرح به بانک سرمایه گذاری اروپا که یک بانک غیر انتفاعی مستقر در لوکزامبورگ است اجازه دادند بر روابط مالی با ایران ادامه دهد. خبر و تحلیل از یک همین قصد بود. ممنون از این که با یک است چپ بر همه شما خوش. خدا نگهدار.